مناسبت هفته جهانی فضا جدیدترین دستاوردهای فضایی پژوهشگاه فضایی ایران به نمایش درآمد. بوده یک سال پیش کشور به سمت این رفتش که در واقع رادارهای هواشناسی رو بومی کنه. ما در 200 پیش بینی هوا انجام میدیم، یکی در سطح زمین هست به وسیله رادارها و سنسورها و توسط تصاویر ماهواره‌ای. در واقع میگه که در فاصله حالا 200 250 کیلومتری میتونه به شما بگه که باد دارید، ندارید، ابر دارید، ندارید، ابر بارانزا دارید، اگر ابر بارانزا است نوع بارانش چیه، پدیده‌های جوی رو کاملا برای شما پیش بینی می‌کنه. این ماهواره که اینجا می‌بینید ماهواره سوا هست، یک ماهواره سنجشی هستش، سه محموله تاثیربرداری داره، 3 سال عمر عملیاتی خواهد داشت. وظیفه‌اش اینه که بتونید تصویرهای هم برای بحث انسان کره، زمین کره و آب کره تهیه کنه. تجاری سازی بخش فضا خب یکی از اولویت‌های اصلی ما تو موارد علمی هست. توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان تو حوزه فضا، خصوصا تو حوزه سرویس و دادن خدمات به حوزه‌های مختلف مثل بخش کشاورزی، بخش صنعت، اینها همه جزء اون مواردی هستش که ما تو موارد علمی بگیریم. اکتشاف جهان‌های جدید در فضا شعار امسال هفته جهانی فضاست. جهتگیری مجموعه محققین کشور در حوزه فضا به این سمت هستش که اهدافی رو که نیازهای عملیاتی کشور رو پشتیبانی میکنه در فاز اول و در فاز دوم بحثای اکتشافی در فضا رو دنبال کنه. 12 تا 18 مهر به نام هفته فضا نامگذاری شده است.